سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی این کانال خوش اومدین. امروز میخوام در رابطه با یکی دیگه از شبکه‌های اجتماعی صحبت بکنم که کمتر شناخته شده است و شما میتونید از امکاناتش استفاده بکنید برای اینکه بتونید بدون کوچکترین سرمایه‌گذاری ازش کسب درآمد بکنید. پینترست یک ویژوال سوشال مدیا نتورکه که خیلی شبیه اینستاگرامه، ولی محبوبیت کمتری نسبت به اینستاگرام بین فارسی زبان‌ها پیدا کرده. برای کسی که نمیدونم پینترست چیه، پینترست جاییه که شما میتونید تصاویر مورد علاقتون رو پین بکنید و با دیگران به اشتراک بذارید و جاییه که شما میتونید تصاویر با کیفیت رو در هر زمینه که فکرش رو بکنید در پینترست پیدا بکنید. برای آموزش امروز خیلی هیجان دارم، به خاطر اینکه خودم از طریق این شبکه اجتماعی تونستم با لینک افیلیت مارکتینگی که در اختیار داشتم بدون کوچکترین هزینه ای کسب درآمد بکنم و دوست دارم که این تجربه رو بتونم با شما هم شیر بکنم. پس توی این ویدیو یاد میگیریم چجوری لینک پروداکت های مربوط به افیلیت مارکتینگ رو از سایت کلیک بانک دریافت بکنیم و همینطور چجوری اون رو در پینترست بذاریم و در معرض دید هزاران نفر در سراسر دنیا بذاریم و بتونیم کسب درآمد بکنیم. با من همراه باشیم. خب تو مرحله اول وارد وبسایت www.pinterest.com میشین و من چون از کانادا هستم pinterest.ca وارد این سایت میشم. باز کردن اکانت در پینترست خیلی راحته، فقط نیاز به یک ایمیل آدرس و یک پسورد داره و من فرض میکنم که همه شما یک اکانت پینترست دارین. خودم هم از قبل یک اکانت پینترست دارم که ازش استفاده میکنم. وارد اکانت پینترست هم میشم و همونطور که مشاهده میکنید در مورد هر چیزی که فکرشو بکنید، موضوعات ورزشی، هنری، آشپزی، آرایشی بهداشتی، کاهش وزن و هر چیزی که فکرشو بکنید عکس‌های مختلفی رو در اینجا پین کردن و اطلاعات مختلفی در رابطه با این عکس‌ها قرار دادن و از این شبکه اجتماعی استفاده کردن تا به نوعی اون مخاطب رو بکشونن به سمت لندینگ پیجشون و پروداکت یا پروگرام خاصی رو از این طریق بتونن پروموت بکنن و به فروش برسونن. خب یکی از بهترین سایت هایی که شما میتونید استفاده بکنید و لینک افیلیت مارکتینگ رو در مورد یک کالای خاص دریافت بکنید سایت کلیک بانک هستش. برای کسایی که هنوز نمیدونن افیلیت مارکتینگ چیه، افیلیت مارکتینگ یا سرویس همکاری در فروش یکی از بهترین راه‌های کسب درآمد اینترنتی هستش. زمانی که شما لینک افیلیت محصول رو در شبکه‌های اجتماعی قرار میدین و تبلیغ میکنید، با هر فروشی که اتفاق میفته از طریق لینک افیلیت شما، بخشی از فروش رو به عنوان کمیسیون حاصل از فروش دریافت میکنید. پورسانتی که شما در این روش دریافت میکنید خیلی بستگی داره به قیمت اولیه اون محصول. هر چقدر اون پروداکت قیمت بالاتری داشته باشه، شما کمیسیون بالاتری هم دریافت میکنید. خب برای اینکه انتخاب بکنید بازاریابی و تبلیغ چه محصولی رو دوست دارین انجام بدین، وارد وبسایت کلیک بانک بشین و از طریق گزینه استارت هیر یک اکانت در این وبسایت ایجاد کنید. در اولین پنجره که باز میشه گزینه I want to promote ClickBank product as an affiliate رو انتخاب میکنم. بخش دوم از شما سوال میکنه آیا تجربه در زمینه افیلیت مارکتینگ قبلا داشتین یا نه. اگر که تجربه داشتین گزینه Yes رو انتخاب بکنین و اگر که از قبل هیچ تجربه ای نداشتین گزینه No رو انتخاب بکنین. بخش بعدی از شما سوال میکنه مهمترین انگیزه که باعث شده شما تمایل داشته باشین افیلیت مارکتینگ انجام بدین چی بوده. اگر در افیلیت مارکتینگ جدی باشین و دائم تبلیغ بکنین، واقعا درآمدهای خیلی خیلی خوبی رو میتونین از طریق افیلیت مارکتینگ در بیارین.
قسمت بعدی از شما سوال میکنه که آیا از قبل ترافیک یا مخاطبینی رو برای پروموت کردن پروداکت های افیلیت مارکتینگ در اختیار دارین یا نه؟ اگر شما بلاگر هستین، کانال یوتیوب دارین یا در هر کدوم از شبکه های اجتماعی فعال هستین، میتونین گزینه یس رو انتخاب بکنین. بخش بعدی از شما سوال میکنه که چطوری با کلیک بانک آشنا شدین؟ فکر میکنم همه افرادی که به دنبال کسب درآمد با افیلیت مارکتینگ هستن حتما اسم کلیک بانک رو از قبل شنیدن یا ازش استفاده کردن. و در قسمت آخر هم یک ایمیل ادرس رو در این بخش قرار میدین و دکمه سابمیت رو کلیک میکنین. خب، اکانت کلیک بانک ما به همین راحتی ایجاد شد. مهمترین بخشی که ما خیلی بهش احتیاج داریم بخش مارکت پلیس هستش که من روش کلیک میکنم تا به شما یاد بدم چطوری میتونین پروداکت های مورد نظرتون رو انتخاب بکنین و لینک مربوط به اون پروداکت رو دریافت بکنین. همونطور که میبینید در منوی سمت چپ انواع و اقسام موضوعات مختلف رو میتونید ببینید. میتونید رو هر کدوم کلیک بکنید و ببینید در هر موضوعی چه چیزی، چه پروداکتی برای ارائه کردن وجود داره و تو هر بخشی که خودتون تمایل داشته باشین فعالیت بکنید. من وارد بخش هوم اند گاردن شدم و قسمت انیمال کیر اند پتس رو انتخاب کردم و تمایل دارم یک محصولی مرتبط با حیوانات خانگی پیدا بکنم و اون رو پروموت بکنم. در بعضی از این پروداکت ها و پروگرام هایی که برای فروش وجود داره شما ممکنه که فقط با یک بار فروش پورسانت دریافت نکنید و هر بار که اون مشتری خرید بکنه در آینده شما همچنان پورسانت دریافت بکنید. من روی اولین پروداکت Brain Training for Dogs کلیک میکنم و گفته کمیسیونی که با هر بار فروش به من تعلق میگیره $31.18. روش کلیک میکنم ببینم که داخلش چه چیزی هست. آیا کورس آموزشی خاصی هست؟ قرار چیزی آموزش داده بشه؟ و یا پروداکت خاصیه؟ خب وقتی که وارد این لندینگ پیج میشم میبینم که یک پروگرام آموزشی هست برای افرادی که سگ دارن، چجوری میتونیم یک سگ باهوش تربیت بکنیم و یه سری راهکار ارائه کرده و افرادی که دوست دارن خب سگ باهوشی داشته باشن میتونن این پروگرام رو بیان خریداری بکنن. خب این چیزیه که من تمایل دارم پروموت بکنم، پس برمیگردم به صفحه قبل و روی دکمه پروموت کلیک میکنم که مخصوص به افیلیت رو برای فروش این پروداکت دریافت بکنم. همینطور که مشاهده میکنید در قسمت بالا نوشته که با هر مشتری که از طریق لینک من خرید بکنه 75% مبلغ فروش رو به عنوان کمیسیون من دریافت خواهم کرد. خب حالا من این لینک رو دریافت کردم، باید توی پینترست دست به کار بشم، یک عکس خیلی خوشگل تهیه بکنم و همینطور یک سری مطلب در رابطه با چیزی که میخوام پروموت بکنم و لینک پروموشن رو در پینترست قرار بدم تا با هر فروش پورسانت خودم رو دریافت بکنم. خب میتونیم برگردیم به سایت پینترست و پین هایی که قبلا توسط بقیه ایجاد شده در رابطه با اون پروداکتی که شما تمایل دارین تبلیغ بکنید رو نگاه میکنیم و ایده میگیریم. من گزینه پت ترنینگ رو سرچ میکنم ببینم قبلا چه پین هایی در این زمینه ایجاد شده. من در اینجا دوست دارم شما رو با یک سایت کاربردی به اسم canva.com آشنا بکنم که خود من از این سایت استفاده های خیلی زیادی میکنم برای ایجاد طرح‌های مختلف و استفاده کردن از این طرح‌ها در سوشال پلتفرم های مختلف از سایت canva.com استفاده میکنم. هم میتونید از نسخه پولی طرح‌های این وبسایت استفاده بکنید و هم از نسخه رایگان که تعداد و کیفیت طرح‌های رایگان این وبسایت هم کم نیست و میتونید از اونها در طرح‌های خودتون استفاده بکنید. در قسمت سرچ بار گزینه پینترست پین رو کلیک میکنم تا طرح‌هایی رو با اندازه‌های مخصوص پین در پینترست به من نشون بده. اگر که شما از نرم افزارهای دیگه‌ای برای طراحی پین استفاده میکنید باید بدونید که اندازه پین‌های پینترست 1000x1500 پیکسل هستش، ولی اگر که از سایت کنوا استفاده میکنید فقط کافیه که در قسمت سرچ بار پینترست پین رو سرچ بکنید تا طرح‌های مورد نظرتون رو با اون اندازه به شما نمایش بده. نوبت منه که دست به کار بشم و با توجه به ایده‌ای که از این طرح‌ها گرفتم طرح مورد نظر خودم رو پیاده بکنم. شما میتونید روی هر کدوم از این تمپلیت هایی که در نتیجه سرچ به شما داده کلیک بکنین و تغییرات خاص خودتون رو روش ایجاد بکنین. جملات یا کلماتی که روش نوشته شده رو تغییر بدین و همینطور عکس مربوط به پروداکت خودتون رو در این قسمت قرار بدین. میتونید روی دکمه Create Design کلیک بکنید و یا یکی از این تمپلیت ها رو انتخاب بکنید که من
یکی از این تمپلیت ها که ازش بیشتر خوشم اومد، از لیاتش بیشتر خوشم اومد، انتخاب میکنم و تغییرات مربوط به پروداکتم رو روش ایجاد میکنم. مهمترین بخش هر طرح تصویری که در اون لیات قرار میگیره و همینطور سابجکتیه که دیگران رو جذب میکنه برای اینکه بیان و روی اون پین کلیک بکنن و در نهایت به اون لینک افیلیت برسن و بخوان خرید بکنن. تصویر قبلی که در این تمپلیت وجود داره رو ریموف میکنم، خاطر اینکه هیچ ارتباطی به پروداکتی که من میخوام پروموت بکنم نداره. و در قسمت سابجکت هم عبارت تاپ داگ ترینینگ تیپس رو قرار میدم و میتونم اندازش رو کوچیک و بزرگ بکنم، میتونم فونتش رو تغییر بدم و همینطور میتونم رنگ این فونت رو به هر رنگی که دوست داشته باشم تغییر بدم. میرسیم به بخش آپلود کردن یک تصویر جذاب مناسب با پروداکتمون. در اینجا دوست دارم شما رو با سایتی به اسم gifi.com آشنا بکنم که از طریق این سایت شما میتونید تصاویر متحرک با فرمت گیف رو دانلود بکنید. خب از اونجا که محصول من مرتبط با سگ‌های دوست داشتنیه، من گزینه داگ رو سرچ میکنم تا از یکی از تصاویر با نمک و جذابی که این سایت در اختیار من قرار میده استفاده کنم. خب من این انیمیشن لیتل سویت داگ بربیگر رو انتخاب کردم و برای اینکه بتونم روی کامپیوتر خودم ذخیره بکنم روی این تصویر رایت کلیک میکنم و گزینه سیو ویدیو از رو انتخاب میکنم. خب حالا این تصویر روی کامپیوتر من ذخیره شده و اگر که از منوی سمت چپ گزینه آپلود رو انتخاب بکنم میتونم این تصویر رو توی طرح مورد نظرم داشته باشم. خب میتونم ابعاد این تصویر متحرک و کوچیک و بزرگ بکنم. باز دوباره تایتلی که انتخاب کردم رو چک بکنم. رنگش رو تغییر بدم و هر تغییر دیگه که نیاز هست روی این طرح ایجاد بکنم تا بتونم توی پینترست آپلود بکنم. شما همینطور میتونید از تصاویر جذابی که در قسمت المنت سایت کنوا قرار داره هم برای منظور استفاده بکنید. خب برای اینکه بتونید طرح نهایی رو دانلود بکنید روی گزینه پابلش تو پینترست کلیک میکنید و فرمت های مختلفی رو به شما نمایش میده که با اون فرمت ها شما میتونید طرحتون رو دانلود بکنید. از اونجایی که این طرح گیف هستش، من رو گزینه گیف کلیک میکنم و این طرح رو با فرمت گیف روی کامپیوترم ذخیره میکنم. خب حالا دیگه وقتشه که این طرح رو ببرم در سایت پینترست آپلود بکنم و در موردش مطلب بنویسم. از منوی بالا در سایت پینترست روی گزینه کرییت و اولین گزینه‌ای که به ما میده کرییت پین کلیک میکنم و در صفحه‌ای که ایجاد میشه در قسمت drag and drop or click to upload image or video کلیک میکنم تا بتونم اون تصویری که ایجاد کردم رو در این قسمت آپلود بکنم. خب در اینجا باید تایتل تاپیکی که میخواین ایجاد بکنید اونقدر جذاب باشه که مخاطب بعد از دیدن این تاپیک روش کلیک بکنه، اون متن رو بخونه و ترغیب بشه که اون محصولی که شما دارین پروموت میکنید رو خریداری بکنه. جمله که من استفاده کردم Ultimate Dog Training Tips How to Train Your Best Friend هستش. خب در قسمت اد تکست نیاز داریم که یک متن خوب و کاربردی و جذابی رو بتونیم در این قسمت قرار بدیم مرتبط با چیزی که داریم پروموت میکنیم تا مخاطبین بعد از خوندن این متن بتونن تصمیم بگیرن که آیا روی لینک افیلیت ما کلیک بکنن و اون محصول رو خریداری بکنن یا نه. در واقع نیاز به متنی داریم که به صورت غیر مستقیم در رابطه با فواید اون کالا یا پروگرامی که داریم تبلیغ میکنیم اطلاعاتی رو به مخاطب بده. خب کاری که من میکنم عبارت داگ ترینینگ تیپس رو در سرچ بار گوگل سرچ میکنم و کلی متن مفید رو در اختیار من قرار میده که میتونم از همه اونا استفاده بکنم. البته حتما باید تغییرش بدم. من روی یکی از لینک هایی که به من میده کلیک میکنم و وارد وبسایتی میشم که تیپس های لازم در رابطه با ترین کردن سگ ها رو به من میده. بخشای از جملات این وبسایت رو کپی میکنم ولی نمیتونم مستقیما از این جملات استفاده بکنم به خاطر اینکه حق کپی رایت داره و باید حتما ریفرزش بکنم و تغییرش بدم. وبسایت خیلی خوبه دیگه که میخوام بهتون معرفی بکنم و میتونید ازش استفاده بکنید، وبسایت quillbot.com هستش که میتونید همین متنی رو که کپی کردین در این قسمت قرار بدین و ریفرزش بکنید.
محتوای کلی متن رو حفظ میکنه، ولی افعال، جملات و عبارتهای مختلفی که در متن اصلی ما وجود داره رو کاملا تغییر میده که تا درگیر قوانین کپی‌رایت نشیم. متن و مقاله‌ای که از سایت گوگل کپی کردم رو در پنجره سمت چپ وارد میکنم و دکمه ریفریز رو میزنم و منتظر نتیجه در پنجره سمت راست میشم. متن مربوطه رو در قسمت توضیحات پینی که در پینترست در حال ایجاد کردن اون هستم وارد میکنم. در قسمت Add a Destination Link هم لینکی که قبلا ما از سایت کلیک بانک دریافت کردیم رو در اینجا وارد میکنیم تا اگر که کسی از این مقاله خوشش اومد، از متنی که ما نوشتیم خوشش اومد و خواست سگش رو ترین بکنه، روی اون لینک کلیک بکنه و پروگرام ما رو خریداری بکنه. به جای قرار دادن لینک افیلیت برای فروش این پروگرام، شما میتونید لینک هر کالایی که دوست داشته باشین در موردش کار بکنین و اون کالا رو به فروش برسونید رو از سایت کلیک بانک یا سایت های مشابه دریافت بکنید و در این قسمت طبق فرمتی که به شما آموزش دادم قرار بدین. کار جالب دیگه‌ای که میتونین انجام بدین اینه که چند کالا یا چند پروگرام خاص رو همزمان زیر همین پینی که در پینترست ایجاد کردیم میتونید با هم پروموت بکنید. خب من یک بار دیگه برمیگردم به سایت کلیک بانک تا ببینم کالا یا پروگرام دیگه‌ای مرتبط با پینی که در پینترست ایجاد کردم رو میتونم پیدا بکنم تا به طور همزمان چند کالا یا چند پروگرام رو با هم پروموت بکنم. در قسمت دستینیشن لینک برای پینی که ایجاد کردیم فقط یک لینک رو میتونین قرار بدین. به همین منظور شما میتونید با استفاده از سرویس های تبدیل چند لینک به یک لینک برای خودتون یک کارت مجازی ایجاد بکنید و اون لینک رو در این قسمت قرار بدین تا زمانی که افراد روش کلیک میکنن دسترسی پیدا بکنن به لینک تمامی پروگرام ها و پروداکت هایی که شما در حال پروموت اون هستین. یکی از وبسایت های خیلی خوبی که این کار رو برای ما به آسونی انجام میده وبسایت linktr.ee هست که به صورت رایگان این امکان رو به شما میده که مولتیپل لینک رو در یک لینک ایجاد بکنید. روی دکمه Get Started for Free کلیک میکنید و در صفحه جدیدی که برای شما باز میشه یک ایمیل ادرس و پسورد رو وارد میکنید و در نهایت روی دکمه Sign Up with Email کلیک میکنید. زمانی که پروفایلتون رو ایجاد کردین در قسمت تایتل اسم پروگرام یا کالایی که لینکش رو در اختیار دارین وارد میکنید. در قسمت URL هم آدرس اون وبسایت رو وارد میکنید و برای اضافه کردن وبسایت ها و لینک های بیشتر روی دکمه Add New Link کلیک میکنید. خب به این ترتیب من چند تا لینک رو در یک لینک ایجاد کردم و برای اینکه بتونم لینک نهایی رو دریافت بکنم روی دکمه Share در قسمت راست اون بالا کلیک میکنم تا بتونم لینک نهایی رو کپی بکنم و در پین خودم در پینترست یا سایر پلتفرم های اجتماعی استفاده بکنم. برمیگردم به سایت پینترست و در قسمت Add a Destination Link لینک نهایی رو که از سایت لینک تری کپی کردم در این قسمت پیست میکنم و در نهایت روی دکمه قرمز رنگ پابلیش کلیک میکنم و به این ترتیب اولین پین رو در سایت پینترست ایجاد کردیم. خب بعد از اینکه این پین رو ایجاد کردیم اولین سوالی که به ذهنمون میرسه اینه که چطور میتونیم این پین رو به افراد بیشتری نمایش بدیم و چطور کسب درآمد کنیم؟ کاری که من انجام میدم اینه که در سرچ بار پینترست کلمه یا جملاتی رو متناسب با پینی که ایجاد کردم قرار میدم و عبارت داگ ترینینگ رو سرچ میکنم تا صفحات بیشتری رو به من نشون بده و روی یکی از این پین‌ها کلیک میکنم و وارد پروفایل میشم و روی بخش فالوورز کلیک میکنم و سعی میکنم روزانه بین 50 تا 100 نفر رو از این صفحه فالو بکنم. اتفاقی که میفته اینه که این افراد دقیقاً افرادی هستن که به پروگرام یا پروداکتی که من در پینترست خودم ایجاد کردم علاقمند هستن و احتمال زیادی داره اگر که بخوان اون پروگرام یا کالایی که من پروموت کردم رو خریداری بکنن. خب این راه راحت ترین و کم هزینه ترین راهی بود که شما میتونین از طریق سایت پینترست افیلیت مارکتینگ انجام بدین و کالا و پروگرام هایی رو برای فروش در معرض دید افراد مختلف قرار بدین و با هر بار فروش درصد ویژه‌ای رو از اون فروش دریافت بکنین. اگر دوست دارین زودتر به نتیجه برسین، مخاطبین بیشتری رو به صفحه خودتون هدایت بکنین و اگر کالایی که پروموت میکنید درصد کمیسیون بالایی رو به شما پرداخت میکنه،
میتونید مستقیما به پینترست هزینه پرداخت بکنید تا با ران کردن یک کمپین تبلیغاتی در پینترست پینی که ایجاد کردین رو به افراد خیلی خیلی بیشتری نمایش بده. افراد زیادی از سایت پینترست از این طریق در حال کسب درآمد هستند. اگر که روی هر کدوم از پین هایی که ایجاد شده کلیک بکنید، مشاهده میکنید که افراد لینک افیلیت اون پروگرام یا کالا رو در زیر پین ایجاد کردن و از این طریق در حال کسب درآمد هستند. برای درآمدزایی موفق از این روش نیاز هست که حداقل هر روز یا یک روز در میون پین های مختلفی رو در صفحه خودتون ایجاد بکنید. تعداد بالای پین هایی که ایجاد میکنید، درصد دیده شدن پین ها و روش اون کالا و پروگرام رو افزایش میده. و امیدوارم کلی کامنت زیر این ویدیو دریافت بکنم از اینکه اولین فروشتون رو از این طریق انجام دادین و فروش های بیشتری هم داشتین. خب حالا که طرز کار با شبکه اجتماعی پینترست رو یاد گرفتین، میتونید لینک افیلیت هر پروداکتی که دوست دارید پروموت بکنید و به فروش برسونید و کسب درآمد بکنید رو از سایت کلیک بانک یا سایر سایت هایی که این امکان رو به شما میدن دریافت بکنید و از این طریق کسب درآمد بکنید. اگر از این سبک ویدیوهای آموزشی خوشتون میاد، خوشحال میشم با لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن این کانال آموزشی منو در تولید محتوای بهتر و با کیفیت تر یاری بکنید.